مردم خبری ها سلام، من مرتضی زدپنا امروز با شما هم میخواستم کلی خبر حاشیه‌ای براتون امروز بگم، اما یه خبری که خب از پری شب شروع شد، دیروز هم همکارم اشاره کرد، امروز هم ادامه خواهد داشت و حالا یه قبل از این که خبر رو شروع کنم، امروز هم سال روز تولد آقا تختیه و روز کشتیه. این روز رو به پهلوانا و کشتیگیرا و ورزش دوستا و طرفدار آقا تختی تبریک میگم. خب میدونیم دیگه آقای تاج چه صحبتهایی کرده، گفته که خلاصه خبرنگارا سوال بی ربط بپرسن 4 سال محروم میشن. شانس آوردیم که حالا آقای تاج فقط رئیس فدراسیون فوتباله، وگرنه اگه یه خورده قدرت دیگه ای داشت ممکن بود بگه که 4 سال زندانی میشن. حرف و حدیث های زیادی در خصوص در واقع تفسیرهایی که بوده و در صحبتهای رئیس فدراسیون و انتقادهایی که به رئیس فدراسیون شده، به غیر از رئیس فدراسیون به معاون وزیر ورزش هم انتقاداتی شده و عبدالحمید احمدی معاون در واقع وزیر ورزش هم در کنار آقای تاج بودن و هیچ صحبتی نکردن. عبدالحمید احمدی رئیس انجمن ورزشی نویسان ایران هم هست و خب این انتقادها بیشتر به خاطر همین سمت ایشونه. تمام این موارد رو جز به جز پیش میریم امروز، فقط اختصاص دادیم به بحث آقای تاج و صحبتهایی که حالا وزیر ورزش کردن در خصوص این بحثی که در واقع آقای تاج داشتن. خود روابط عمومی بیانیه داد، روابط عمومی فدراسیون فوتبال، آقای علوی بیانیه دادن، حتی روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال هستن، بیانیه ای دادن و خب صحبت هایی پیش اومده، همه رسانه ها دارن به این موضوع میپردازن. ما هم دیروز یه بخشیش و همکارمون به این موضوع اشاره داشت، اما ترجیح دادیم که امروز مفصل تر به این مباحث بپردازیم. اینکه نتونیم در واقع صحبت‌های انتقادی رو بر بتابیم یا اینکه حواشی که در یک بازی اتفاق میفته نتونن خبرنگارا سوال کنن، جای بحث و بررسی بیشتر از حتی یک برنامه میطلبه. اینکه آقای تاج میگن که تا 4 سال میتونیم محروم کنیم خبرنگار سوال نپرسه، سوال بی ربط، و به قول آقای رفیعی که بی ربط رو چجوری باید اندازه گیری کرد، مثقالی، خطکش، متریه، نمیدونم. خلاصه آقای رفیعی هم صحبت جالبی داشتن دیروز در رسانه‌های مختلف دیداری شنیداری و حتی مکتوب و اشاره به همین موضوع داشتن که در واقع باید ببینیم که چی میشه. این که الانم من دارم توضیح میدم اینه که یه مشکل فنی هم پیش اومده و منتظریم که بریم سراغ ویدیوها، صحبتهای آقای تاج رو کامل گوش کنیم. در واقع سخنگوی فدراسیون فوتبال عبدالحمید احمدی اومدن گفتن، مثلا سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که فیلم کوتاهی که از آقای تاج در واقع منتشر شده یه سوء تعبیرهایی شده. حالا ما فیلم کاملش هم پخش میکنیم، از کوتاهی درش میاریم، فیلم کامل از اول تا آخر این بحث رو میریم. ضمن این که بچه الان ویدیوی وزیر آماده است؟ خیلی صحبت های وزیر ورزش رو بشنویم که در خصوص این بحث صحبت های آقای تاج ایشون واکنشی داشتن. بشنویم اینو، ببینیم با هم. ما حق خبرنگار میدونیم که هر سوالی داره مطرح بکنه، حق طرف مقابلم این هستش که هر پاسخی میخواد بده و حتی پاسخ نده، و یعنی هیچ کسی هیچ مسئولی رو از این که به سوال یک خبرنگار پاسخ نداده سرزنش نمی کنه. ما میگیم رسانه ها به هر حال رکن پنجم یا چهارم، حالا ما 4 تا رکن داریم، میگیم آقا فدراسیون ها، وزارت ورزش، کمیته المپیک، کمیته پارا المپیک،
و کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارا المپیک. این چهار تا رکن پنجم پیشرفت ورزشی ما رسانه‌های ورزشی هستن و ما انتظار واقعا همراهی داریم و نقد منصفانه. آتو به بیگانگان هم ندیم با درج بعضن اخبار غلط یا اخبار کذبی که بر اساس شنیده ها هست. طبیعتاً فدراسیون های مختلف، طبیعتاً مدیران مختلف ورزش خودشون رو پاسخگو میدونن، باید پاسخگو باشن. پس ادبیات تند و تحلیل‌آمیز رو شما اصلا نمی‌پسندید؟ هیچ عرصه ای، نه این عرصه، تو هیچ عرصه ای ما ادبیات تند و تهدید و اینجور چیزا رو نمی‌پذیریم. خب همونطور که وزیر ورزش گفتش و کارشناسای دیگه هم همیشه اینو میگن که خبرنگار میتونه سوال کنه و خب مصاحبه شونده میتونه پاسخ نده نهایتاً. بریم صحبت‌های آقای تاج رو از ابتدا تا انتها در خصوص این بحث بشنویم. این که آقای احمدی میگه تختی شده کاملش رو ببینیم. بهشون ابلاغ کردیم که در خاطر من اینو بگم، ما کل رسانه‌هایی که میاند باید تون یه رو فقط راجب خود اون مسابقه از سرمربی سوال کنن، نمیتونن سوالای دیگه بکنن. اگر سوال دیگه کردن، مدیر رسانه‌ای در واقع تذکر میده، اگر خبرنگاری هم از هر رسانه‌ای باشه سوال بی ربط بپرسه، ما کارتش رو ضبط میکنیم و احتمال داره که این قانون هم بهمون اجازه میده که تا 4 سال محرومش کنیم. و این کارم امروز برای اینکه این کارم با رسانه ها حداقل حرفامون رو زده باشیم، امروز یه جلسه ای در کمیته المپیک داشتیم و 170 تا در هتل المپیک، 170 تا از آقای دکتر احمدی هم بودن، 170 تا از این رسانه ها اونجا بودن، از همه نوشتاری و دیداری همه. و اونجا نماینده افس اومده اونجا الان در حال در واقع جلسه گذاشتنه و همه ی ضوابط رو داره آموزش میده. رسانه رو محروم میکنیم یا خبرنگار؟ نه، خبرنگار رو از ما میتوانیم خبرنگار رو طبق قانون محروم کنیم از فوتبال، نه از بخشای دیگه. یعنی تو بخشای دیگه میتونه بره، ولی اگر دیگه سوال چیزی داشت به حضرت سوالایی که گاهی هیچ ارتباطی به فوتبال نداره و به مثلا از یه چی میپرسن اونم در حال عصبانیت یه جوابی میده، این رو در واقع جلوگیری کردیم که به نظر من کارای مثبتی شده و فکر میکنم این خشونت به حد اقل برسه با این برخوردهایی که شده. بله، خب شنیدیم و دیدیم که آقای تاج چی گفتن و هیچ جاییش هم در واقع بریده نشده بود. چیزی که عبدالحمید احمدی که کنار آقای تاج نشسته به عنوان معاون وزیر ورزش و البته رئیس انجمن ورزشی نویسان که خبرنگارای ورزشی از ایشون انتظار حمایت داشتن، حالا اون متنی که امروز منتشر شده توسط وزارت ورزش و در قالب یک مصاحبه است با عبدالحمید احمدی، حالا من عکسش هم اگر داشته باشیم، خب برگشته گفته که هیچ وقت در واقع تایید نکردم محرومیت خبرنگاران رو، اما اون قسمتی که زیرش هم خط کشیده شده صحبت‌های آقای تاج در جلسه کمیسیون فرهنگی تقطیع شده است و ما این صحبت‌های آقای تاج رو مجدداً در این برنامه پخش کردیم که مشخص بشه که تقطیع نشده، بریده نبود، یه تیک از اول تا انتها رفتیم که کاملا واضح آقای تاج گفته که سوال بی رب پرسیده بشه 4 سال محرومش میکنیم. حالا اولش هم گفتم میتونست شاید 4 سالم مثلا به غیر از اینکه ورزشگاه راش ندم مثلا کارهای دیگه هم میکنن، حالا زندانی چیزی نمیدونم، جریمه نقدی، از اینجور بحثا. و در انتها هم که اشاره کردم آقای سخنگو و مدیر رابطه عمومی فدراسیون فوتبال هم اومد به نوعی
درستش کنه و گفتش که سوء تعبیر شده از صحبت‌های آقای تاج، در حالی که سوء تعبیر میتونه در زمانی باشه که یک مصاحبه مطبوعاتی باشه، به صورت مکتوب نوشته شده باشه در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایت‌ها، بعد حالا بیایم بگیم که بله اون خبرنگاری که نوشته مثلا اشتباه متوجه شده و اشتباه نوشته، اما اون ویدیو صدا و تصویر سند محکمی هستش بر این که آقای تاج چه چیزهایی گفته. به هر حال امیدواریم که نقد پذیر باشه فدراسیون فوتبال و اگر خبرنگاری نقدی کرد اینگونه پاسخ ندن که در واقع حالا شما 4 سال محرومید، یا حتی در خصوص سوالاتی که میشه خیلی راحت الان دیگه همه میتونن بگن که این سوال شما بی ربطه سوال بعدی، مثلا بگی که خب آقای مربی یا آقای فدراسیون فوتبال مثلا آقای تاج چرا مثلا پول ویلموتس رو پرداخت نکردید یا چرا پرداخت کردید، این شامل 2 حالت میشه، یا آقای تاج میگه بی ربط جواب نمیدم یا مثلا میگه بی ربط شما 4 سال محرومید. خیلی خوبه واقعا این سوالا رو بپرسیم و بعد بشه همه جوابا بی ربط محروم. یه مهرش هم بزنیم. صحبتام طولانی شد امروز، مرسی که با من همراه بودید، تا مردم خبری دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.